امروز سه‌شنبه 19 عقرب سال 1394 هجری خورشیدی برابر با 10 نوامبر 2015 میلادی است. من فرهاد توحید هستم. نهادهای مدنی در غرب کشور یک بار دیگر از دولت خواستار پیگیری پرونده قتل فرخنده شدند. این نهادها نگران به فراموشی سپردن پرونده فرخنده اند. از سوی دیگر کنشگران مدنی به این باورند که محاکمه نشدن عاملان قتل فرخنده باعث آن شده تا ناقضان حقوق بانوان جرأت بیشتری پیدا کنند و آشکارا دست به پایمال کردن و حتی کشتن بانوان بزنند. نمونه بارزشان هم سنگسار رخشانه در غور بود. پس از ماه‌ها سپری شدن از دادگاه عاملان قتل فرخنده، اکنون یک بار دیگر نهادهای مدنی خواستار پیگیری پرونده او هستند. اینجا در هرات شماری از بانوان گرد هم آمدند و میگویند که نگران به فراموشی سپرده شدن قتل فرخنده اند. آنها در یک اعلامیه دولت را متهم به نادیده گرفتن حق بانوان کردند. از مقام اثر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان خواسته می شود تا میعاد قانونی بررسی دوسیه را جدی گرفته و به نقض دوسیه حکم نماید. در همان زمانی که نهادهای مدنی به حکم دادگاه قتل فرخنده واکنش نشان دادند، کسی چندان توجهی به آن نکرد و دادخواهی‌های بانوان در کابل و دیگر ولایت‌ها به جایی نرسید. اکنون 8 ماه از آن باره گذشته است و دولت و دادگاه رسیدگی به این پرونده پر و سر و صدا نکردند. کنشگران حقوق بانوان در هرات میگویند که چاره‌ای جز دادخواهی ندارند و به راهشان دنبال خواهند. به این مبارزات مجبوریم که ادامه بدیم تا زمانی که قانون تطبیق بشه، تا زمانی که حکم عادلانه صادر بشه در مورد چنین قضایایی. از دید کنشگران مدنی در این ولایت، نادیده گرفته شدن همچون رویدادها و همچنین رسیدگی نشدن به این پرونده ها باعث آن شده تا آمار خشونت ها بر بانوان افزایش یابد. این کنشگران اشاره به سنگسار رخشانه در غور می کنند و می گویند که اگر دولت به سختی با عاملان خشونت ها بر بانوان برخورد نکند، زمینه برای بانوان تنگ تر خواهد شد. ولی اگر این گونه پیش بره و حکومت کوتاهی بکنه، دستگاه قضایی کوتاهی بکنند در این زمینه، ما شاهد خشونت های زیاد در افغانستان خواهیم بود که خب عواقب از او پاسخگوی از این مسائل بعد حکومت وحدت ملی باشه که نتونسته این مسائل مدیریت کرد. در این گرده همایی باره دیگری که روی آن پافشاری شد، سهم دادن به بانوان در قوه قضاییه بود. نبود دادوران بانو و عمل نکردن دو مقام نخست کشور به وعده‌های خود در این زمینه از دیگر چالش‌هایی بود که این کنشگران روی آن گفتگو کردند. این تصاویر از چگونگی قتل فرخنده که جهان را تکان داد، بیگمان تا دهه‌های آینده یادآوری آن پشت هر بانوی افغانستانی را خواهد لرزاند. همچنین این دادگاه صحرایی رخشانه هم بخشی از تاریخ خواهد شد. اکنون باید دید دولت چگونه با این رویدادها رویارو می شود و آیا لکه های سیاه اینچنینه را می تواند از تاریخ با اجرای عدالت پاک کند؟